با سلام و درود، قطعا همه شما درباره آدم فضایی ها شنیدید و همواره انسان های زیادی از جمله خود بنده به وجود آدم فضایی ها اعتقاد دارند. اما ما در این قسمت قصد داریم روایتی واقعی درباره وجود آدم فضایی رو برای شما شرح بدیم. فراموش نکنید که چنل ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. قبل از اینکه داستان رو برای شما شرح بدم، دوست دارم راجع به کلمه تاروت کمی توضیح بدم. تاروت مجموعه ای از کارت‌های بازی است که از نیمه قرن 15 میلادی در قسمت‌های مختلف اروپا مانند فرانسه و ایتالیا برای ورق بازی گروهی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. از اواخر قرن 18 تا به امروز پیروان آن و نهانجویان تاروت رو وسیله‌ای برای پیشگویی یا حتی گذرگاهی در سیر بعد ذهنی و روحانی قلمداد می‌کنند. به طور کلی کارت‌های تاروت در اروپا بیشتر به منظور بازی استفاده می‌شود، ولی در کشورهای انگلیسی زبان و مناطقی که بازی آن انجام نمی‌شود، تاروت اصولاً جنبه فالگیری و پیشگویی دارد. در سال 1954 مردی وارد فرودگاه توکیو شد. او شکل و شمایل مردمان قفقاز را داشت، اما ماموران فرودگاه به دلایلی نامعلوم به او مشکوک شدند. وقتی پاسپورتش را چک کردند، در کمال تعجب کشوری به نام تاروت نوشته شده بود. ماموران که تاکنون اسم چنین کشوری را نشنیده بودند، پاسپورت را مجدد نگاه کردند، اما پاسپورت کاملا شکل یک پاسپورت عادی را داشت. آنها از او سوال کردند کشورت کجاست و او گفت در قاره آسیا. ماموران فرودگاه نقشه زمین را برای او آوردند و از او خواستند که کشورش را مشخص کند. او مدتی جستجو کرد و جایی را نشان داد، ولی چنین کشوری اصلاً در آنجا وجود نداشت. کم کم سردرگم و کلافه شد که چرا کشورش در آن نقطه در نقشه نیست. او می گفت غیر ممکن است که کشورش آنجا نباشد. آن مرد ادعا می کرد که کشورش هزاران سال قدمت دارد و باید آنجا باشد. با جستجو در کیف او ارزهای مختلف کشورهای اروپایی یافت شد. عجیبتر این که پاسپورتش مهر کشورهای زیادی رو داشت و حتی قبلن به توکیو نیز آمده بود. مأموران فرودگاه که گیج و سرگردان شده بودند، مجبور شدند بدون هیچ جرمی او را به هتلی نزدیک فرودگاه ببرند و دو مأمور را در جلوی در اتاقش گذاشتند و سپس به بررسی مدارک و اظهاراتش در فرم نمودند. آنها با شرکتی که او ادعا کرده بود در آنجا استخدام است تماس گرفتند. شرکت از چنین فردی بی اطلاع بود، و اما عجیبتر این که او مدارکی داشت که نشان میداد او در آن شرکت کار می کند. با هتلی که رزرو کرده بود تماس گرفتند، اما هتل اظهار بی اطلاعی نمود. با افرادی که ادعا کرده بود در توکیو حشر و نشر دارد نیز تماس گرفتند، اما آنها نیز اطلاعی از چنین فردی نداشتند. پلیس که واقعا درمانده شده بود تصمیم گرفت دوباره به سراغ مرد بروند. به سوی هتل رفتند و در اتاق رو باز کردند، اما کسی آنجا نبود. دو مأمور گفتند که هیچ کس از اتاق خارج نشده. پلیس فکر کرد شاید از پنجره فرار کرده، اما اتاقش در طبقه بالای هتل بود و امکان فرار از پنجره هم صفر بود. با وجود جستجوی بسیار زیاد و گسترده پلیس، این فرد دیگر هرگز دیده نشد و این ماجرای اسرارآمیز لاینحل باقی ماند. اما جالب اینجاست که تعدادی از مدیوم‌های برتر می‌گویند که او از دنیای موازی به اینجا آمده است. دنیای موازی یا همان یکی از طبقات آسمان و دنیای 7 طبقه ما، و برخی دیگر هم معتقد هستند که ممکن است او آدم فضایی بوده باشد. اما نظر شما در این باره چیست؟
چرا نام کشور او تاروت بوده؟ اصلاً رابطه او با نام تاروت چی میتونه باشه؟ حتما نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها با من و دوستانتون به اشتراک بگذارید تا بتونیم با همدیگه این معما رو حل کنیم. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.